ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است. هنر نزد ایرانیان است و بس، هنر نزد ایرانیان است و بس. ندادند شیر ژیان را به کس، همه یک دلند یزدان شناس. همه یک دلند و یزدان شناس، به نیکی ندارند از بد هراس. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، سپاسگزار هستیم از اینکه اجازه دادید برنامه خبرناک اینک مهمان منازل شما خوبان باشه. تشویق میکنم عزیزانی که روی فیسبوک هستید لطفا ما رو شیر کنید با دوستانتون، حتما شما خوشحال خواهید شد نسبت به آگاهی که از این برنامه خواهید گرفت. باشه که این آگاهی و این قوت قلب امید رو ایجاد کنه تا بتونیم یک دل بیستیم در برابر شرارت های نظام اسلامی، تا شاهد سرنگونی این نظام اسلامی باشیم و دست به دست هم بدیم برای آبادانی کشور عزیزمون ایران. همون گونه که عزیزان آگاه هستید، این شبکه در کنار که سعی میکنه فعالیت ها و رسوندن خبر خوش انجیل مسیح رو به مردم برسونه، اما هرگز اهل شعار فقط نیست که بگیم دعا کنیم. دعا میکنیم، خدا با قلب ما صحبت میکنه تا بتونیم این همت رو داشته باشیم برای نیکویی ها روی زمین. و امروز اولویت کشور عزیز ما ایران هست. هموطنان عزیز، تشویقتون میکنم لطفا با ما باشید. با عزیزانی هستیم از شبکه پیشرو جنبش زنان، نیز خوشحال میشیم با عزیزان آشنا بشیم. پس میریم یک کلیپی رو از این شبکه ببینیم، برمیگردیم. عزیزانی که مایل هستن سوالاتشون رو نسبت به این شبکه داشته باشن و فعالیت این عزیزان، لطف کنید روی فیسبوک سوالاتون رو بنویسید و یا با شماره تلفن هایی که پایین صفحه مشاهده میفرمایید با ما تماس بگیرید. ما سوالات رو به ایشون این عزیزان خواهیم داد، چون زمان خیلی کوتاهی خواهیم داشت، مستقیم نمیتونیم با شما عزیزان در تماس باشیم. فقط روی مسیج لطفاً پیاماتون رو بذارید، ما سوالات رو به عزیزان میدیم که با فیض خداوند اگر این افتخار داشته باشیم برای دفعات بعد این عزیزان رو دعوتشون کنیم و مهمان این برنامه باشن، جوابگوی سوالات شما خوبان باشن. میریم برمیگردیم، لطفا با ما باشید. با درود به تمامی ایرانیان در سراسر جهان با قلبی سرشار از درد، همگان شاهد نابودی تدریجی ایران عزیزمان در این 40 سال حاکمیت اشغالگر جمهوری اسلامی در ایران بوده ایم. گرچه مبارزات پیوسته ایرانیان با جمهوری اشغالگران در ایران دلاورانه در سخت‌ترین شرایط ادامه پیدا کرده، آنان با قساوت منجر به حذف ضد انسانی بسیاری از جمعیت کشور با همه ظرفیت‌ها و توانایی‌هاشان، بی بهره از حقوق شهروندی برابر و کرامت انسانی شدند. هم میهنان، در آستانه سالگرد 113مین قانون اساسی مشروطه ایران یادآور میشویم آنچه در سالهای 1284 الی 1290 گذشت انقلاب مشروطه بود، آنچه در سالهای 1341 الی 1346 گذشت انقلاب سفید بود، و آنچه در سال 1357 گذشت پسا 40 سال افشای پیاپی اسناد از خائنان وطن فاجعه 57 بود. با غلبه مشروع طلبان بر مام وطن بسیاری از حقوقهای اولیه انسانی ایرانیان سلب شد. جنسیت و هویت زنانه تحت قیومیت ولایت مطلقه و فرهنگ مرد سالارانه قرار گرفت و هر کس علیه تبعیض لب به اعتراض گشود به اهانت و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و شکنجه و اعدام گرفتار گردید. در دنیایی که زنان بسیاری از کشورها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی پا به پای مردان پیش می‌روند، شیرزنان ایران دلیرانه زیر سرکوب سهمگین و همچنان برای حقوق اولیه انسانی خود تلاش می‌کنند. هموطنان همدرد و همرز، ما نیز همراه با زنان مبارز و برابری طلب داخل کشور
و فعالان حوزه جنبش زنان ایران در اعتراض به هر گونه آپارتاید علیه این نظام زنستیز که ارزش‌های انسانی را محو نموده است، به پا خواسته و خواهان گذار از نظام غیرقانونی جمهوری اسلامی در ایران با کمترین هزینه می باشیم. در این راستا تأکید می کنیم در انقلاب مشروطه پدر بزرگان و مادر بزرگان ما گنجینه ملی ایران قانون اساسی مشروطه را که تعطیل ناپذیر است برای حراست از تمامیت ارضی ایران و کرامت انسانی تمامی ایرانیان به ما سپردند. با احترام به میثاق تمامی مبارزان ایران زمین که دلاورانه در افش همبستگی ملی و پرچم شیر و خورشید ایران را در داخل و خارج از کشور برافراشته نگاه داشتند، ما در یگانگی برای حفاظت از این مرز و بوم کوشا بوده و پشتیبانی خود را از حرکت ملی ایرانیان به جهانیان اعلام می‌داریم و در این برهه خطیر از تمامی ایرانیان خواستار پیوند ملی و تجدید میعاد ناگسستنی به ایران برای اجرای فوری قانون اساسی مشروطه ایران تا تشکیل مجلس مؤسسان منتخب ایرانیان برای بروزی آن و رسیدن به سکولار دموکراسی بر مبنای منشور حقوق بشر و حذف هر گونه تفکیک و آپارتاید و سپس رفراندوم برای نوع حکومت می باشیم. پاینده ایران. با سپاس از اینکه با ما هستید، این برنامه زنده هست، همونطور که شاید هستید برنامه خبرناک است. آنچرا که دیدید به عنوان یک کلیپ از شبکه زنان پیشرو بود که این افتخار رو داریم که این عزیزان اینک با ما هستن. بازم تشویقتون میکنم روی فیسبوک ما رو شیر کنید با دیگر دوستانتون تا بهره بگیرید از این برنامه. جا داره که درود بفرستم خدمت بانو روحانی و همچنین بانو ناهید شاهین که عضو شبکه زنان پیشرو است. سپاسگزار از این که دعوت ما رو پذیرفتید و با ما هستید. بفرمایید، هر کدوم مایل هستید بفرمایید. خواهش می‌کنم. با درود به تمامی هممیهنان عزیز، ویژه شما جناب رسول حیدری، سپاس. برای فرصتی که برای ما آماده کردید. خواهش می‌کنم. من واقعا سپاسگزارم و این جلسه هم واقعا ممکن نمی‌شد اگه بانو ناهید شاهین این همه از شبکه گسترده‌ای که در دسترسشون هست باعث پشتیبانی این همه نتورکینگ و ارتباطات نمی‌شدن. به هر حال من خواستم خودم رو معرفی کنم. من یک روانپزشک هستم، بیشتر عمرم رو در آمریکا سپری کردم، عاشق ایران هستم، یک ایرانی خودم رو حساب می‌کنم و هر روزی که ما جلوتر رفتیم فکر میکنم از وقتی که من با ناهید جان آشنا شدم شرایط ایران اضطراری و اضطراری تر شده. بله. و همکنون به شرایط وحشتناکی رسیده که امروز اخبار واگذاری چابهار و استفاده از خلیج فارس و حضور نظامی روسیه در خلیج فارس منتشر شد و این باعث نگرانیه و هر فردی باید مسئولیت فردیش رو به نظر من به دوش بگیره در داخل و یا خارج از ایران و پا جلو بذاره، پیشگام بشه. ما به سیاست مدار احتیاج نداریم، ما به خانه‌دار، دکتر، حسابدار، کسانی که در رسانه ها فعالیت میکنن، تاریخدانان، اجتماعیدانان، معلمین، پروفسورها، بستگی ما آنچه که ما رو متحد میکنه ایرانی بودن و عشق ما برای ایران است که ما باید بدونیم که برای عادی ایران جان ما ارزشی نداره و اون برای ایران فردا و بچه های و کودکان ایران فردا است که ما باید فعالیتمون رو ادامه بدیم و زندگی ما ارزشی. ما وقتی به نقطه‌ای برسیم که بتونیم هر ایرانی بتونه بگه جانم فدای ایران و بعد ما بتونیم بعد از جانم فدای ایران گرد یک گنجینه ملی قانون اساسی مشروطه ایران جمع‌آوری بشیم و همایش ملی داشته باشیم. و نکته سومی که میخوام تاکید بکنم گذر از فیک نیوز یا اخبار قلابی
و همچنین اپوزیسیون قلابی هستش که متاسفانه تمامی جنبش های گذشته رو که در این 40 سال گذشته واقعا مردم ایران با رشادت بسیار مبارزه کردن با این رژیم خونخوار آدمخوار، هیچ کشور دیگه‌ای واقعا نمیتونست 40 سال دوام بیاره اگر فیک نیوز و فیک اپوزیسیون وجود نداشت. بله. من دوباره میخوام از شما سپاسگزاری بکنم برای اینکه رسانه صدای بی صدایان ایرانی هستید و ما داریم برای ما از گوش و کنار جهان جمع شدیم با بزرگترین ارتش ایران، میخوام بگم با این وسایل ارتباطی که فراهم شده مثل فیسبوک، توییتر، تمامی این شبکه‌های جهانی که فراهم شده، ما داریم فعالیتمون رو برای رسانه ادامه میدیم که مردم آگاه بشن و خود مردم از داخل ایران تصمیم بگیرن که راهشون چی هست، چی رو میخوان انتخاب بکنن. ما وظیفه‌مون رسانه هست که بتونن مردم داخل ایران جلوی پیچ جاده رو ببینن و بتونن تصمیم بگیرن، به خاطر اینکه ما یک میخوام بگم نکته مثبتی برای برون مرز بودن اینه که ما با فرهنگ خارج از ایران آشنا هستیم، با زبان خارج از ایران آشنا هستیم و میتونیم با آزادی تمام اخبار رو رصد بکنیم و مردم اطلاع رسانی بشه که مردم خودشون بدونن که چه کار بکنن. به عنوان مثال بگم اگر یه دی جمع میشن دائم از خارج از ایران بیانیه‌های فارسی زبان صادر میکنن، خب بدونید که خب بیانیه های فارسی زبان به گوش سازمان بین الملل و یا نهاد جهانی نمیرسه. مثل یک ماشین رخشویی میشیم که همه توی خودمون داریم میچرخیم و هیچکی به نجات ما نمیاد. و ما از طریق این شبکه زنان که از میخوام بگم بکراندهای مختلف، نمیدونم به فارسی چی میشه، بله از گذشته، بله با گذشته های مختلف، تحصیلات متفاوت، زندگی های متفاوت، به همدیگه روی پروژه های برای ایران جمع میشیم و فعالیت میکنیم. این پروژه‌ای که ما دور هم جمع شدیم برای تاکید کردن بر قانون اساسی مشروطه ایران بود و این دومین نامه هستش که صادر میشه و ایرانیان جمع میشن و امضا میکنن. و میخوام سپاسگزاری بکنم دوباره از آقایونی که از ما واقعا پشتیبانی کردن و با استحکام تمام پشت ما ایستادگی کردن و ناماشون رو اضافه کردن روی وبسایتی که ما داشتیم و داریم. و به هر حال قانون اساسی مشروط شناسنامه هر ایرانی هستش. هر قانون اساسی برای بهروزی خب بالاخره مطابق روزگار و زمان که میگذره باید آپدیت بشه، بهروز بشه 100%. قانون اساسی مشروط 113 سال پیش نوشته شده، یک نکاتی داره که باید در مجلس مؤسسه آن منتخب ایرانیان در ایران بررسی بشه و آپدیت بشه. یه مسائلی راجب مذهب بیاد بیرون، یه مسائلی راجب این که زن باید زن کمتره یا بیشتره یا اولاد ذکور بیرون بیاد. و خوبی این قانون اساسی مشروطه که شناسنامه ما هست و پدر بزرگان و مادر بزرگان ما واقعا مبارزه کردن برای به دست آوردن این قانون اساسی و تدوینش، اینه که میتونه از دامن این قانون اساسی مشروطه میتونه یک جمهوری حتی بیرون بیاد. برای اینکه وقتی وارد مجلس مؤسسان شما بشید، من نمایندگان مردم میتونن یک به اصطلاح راجب سلطنت، راجب پادشاهی، حتی راجب فرم حکومت تصمیم رو تعویق بندازن به رفراندوم. بعد از رفراندوم برای وارد شدن به قانون اساسی جدید که همون میتونن اون رو بعد از رفراندوم دوباره مجلس مؤسسان تشکیل بشه و اضافه بشه به قانون اساسی مشروطه ایران. به هر حال من چون در آمریکا زندگی میکنم و قانون اساسی آمریکا هر وقت که خواسته آپدیت بشه دوباره نمیرن اون یه قانون اساسی جدید بنویسن و ما در لحظه خطیری زندگی میکنیم الان در ایران، مردم ایران، و باید هر چیزی رو که میتونیم ستون و استخوان این مملکت رو ما باید محکم
بگیریم. من فکر میکنم یه نیروهای گلوبالیستی هستن که میخوان بگن ایرانی چیزی نیست. نه، ایرانی هست، ایرانی بزرگ است آمی. و ایرانی میتواند و ایرانی موفق و پیروز خواهد بود. آمین آمین. با فیض خدا، با سپاس از مطالبی که فرمودید، با فیض خدا که شاهد آزادی کشور عزیزمون باشیم و به رأی مردم آنچه که در قلب شما هست و یا در قلب دیگر عزیزان در اپوزیسیون هست در اتحاد بیاد برای آبادانی کشور عزیزمون ایران. خوشحال میشویم از شما بشنویم بانو ناهید شاهین نسبت به فعالیتتون در این شبکه و اهدافتون. سپاسگزار میشم، بفرمایید. با درود بر شما جناب هیدری و خوش. بر همه بینندگان شبکه امید جاودان، من ناهید هستم شاهین از خطه جنوب ایران با اندیشه های آزاد اندیشی. من وارد این شبکه شدم وقتی که با دوست خوبم مرتون خانم و همچنین شبنم عزیز که الان در جمع ما یک تیم سه نفره هستیم میشینیم اهداف و برنامه ها رو پیگیر میشیم، خط مشهد ارائه میشه رو با هم میخونیم، مرور میکنیم، نقطه ضعف ها و قوتاش رو نگاه میکنیم. وقتی که نامه این 14 تن خانم در ایران صادر شد، نامه رو با هم خوندیم، یک نقطه منو توجه خیلی جلب کرد. همون زمانی بود که میگفت که قانون جدید اساسی نوشته بشه. این مرور شد توی مغز من، میگه میشه هر کشور هر 40 سالی یا هر دوره یک قانون اساسی جدید داشته باشه. و یه چیزی تو ذهن من هست که چون من در سال 1999 به مسیح ایمان آوردم که مقدس هم خوب میدونم، مسیح وقتی میخواست یه جمعیت رو برکت بده گفت در این جمعیت چند نان چند چی وجود داره که دو نان و پنج دو پنج نان بود بر. برو مسیح برکت داد، ببخشید و ما توی ایران خودمون اگه توی همین رو توی کشور خودمون نگاه میکنیم، قانون مشروطه رو داریم به عنوان خودنمای راهمون و همچنین پرچم شیر رو خورشید داریم به عنوان مشعل راهمون که اندیشه های ایرانی ما در اون نهفته شده و وقتی که پرچم ما ایستاده باشه ما ها هستیم. و کتاب انقلاب سفید که توسط شاهنشاه آریان مرد تاریخ ایران زمین نوشته شده میتونه کتاب کار ما باشه. و یه چیزی که خیلی برای من در این انقلاب سفید خیلی شاید میام مثل هایلایت هست و میتونم اونو همیشه مرور کنم، میگم هیچ جای دنیا همچین چیزی نداره جز انقلاب سفید شاهنشاهی که کارگران سود سهام کارخونه ها سعی میکنه. حالا خیلی از این میگردن دنبال مارکس و دنبال چیزهای دیگه، میگه یه چیزی میگن خود پاپز میگه، میگه آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکنه. ما داشتهای خود رو میریزیم و چیزایی که داریم رو میخوام از بیگانه تمنا کنیم. مثل جمهوری فلان کشور چی داره میگه، ولی اگه نگاه بکنیم تاریخ ایران رو مثلا از کتاب مقدس که برای ما روشن کرده ایران رو، همون اشعیا 45 که میگه کورش رو برگزیدن و او رو مسیح خود خواندن و آمین. در پادشاهی و امپراتوری پارس رو باز کرد و تا زمانی که خداوند خواهد آمد ارمیا 49 کرسی سلطنت خودش رو در ایران خواهد گذاشت. آمین. و اینو دیدگاهایی به من میده که نسبت به آنچه که در ایران میگذره، آنچه که روی میده بی تفاوت نباشم. فکر کنم شاید یک جای کوچیکی هستیم با یک فضایی، ولی خدا رو شد مدیا در اختیار ما هست، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام و توییتر و خیلی چیزا. و همین دلیلم ما سه تیم، سه نفر به نام خانم روحانی و خانم عزیزاللهی مثل یک تیم ورک اومدیم. بسیار عالی. واقعا با هم فکر میکنیم، برینستور میکنیم و چیزایی رو که داره روی میده به خصوص که کسایی که برای ما نقشه هایی دارن میکشن مثل 14-14 یا به قول خودمون فال گردی، اینا رو میخونیم دستاشون رو، چون باید بدونیم بازی چیه. میدونیم برای کشور ایران همیشه همچه که در کتاب دانیال میگه، دانیال 21 روز دعا میکنه و میکائیل کنارش میاد، میگه بر روی آسمان پارس جنگ بود بین فرشتگان شیطان و فرشتگان خدا
و این جنگ هنوزم هست، تو زمان تو اومدن مسلم وجود داره. و به این دلیل هم که ما چشامونو باز میکنیم به عنوان ایماندار که ایران خودمون رو ببینیم و بهترین ها رو با دعا و فیض و به اضافه حرکت، همون که شما گفتین، ما فقط دعا نمیکنیم، حرکت میکنیم راب. برای ایران اندیشه میکنیم راب. به همین دلیل هم با هم کار میکنیم و این و محبتی که این سه نفر بین ما این سه نفر هست ما رو با داشته که شبکه زنان پیشرو رو راب. رقم بزنیم، دست به کار بشیم. البته بیشترین همت خانم روحانی دارن و واقعا عجیب خودشون هزینه میکنن. تنها چیزی که مثلا ماها رسانه‌های دیگه نیستن که ما رو ساپورت کنن، میگه هر کدوم از ما واقعا دلی خالص برای ایران داریم در نتیجه ایران رو میبینیم که واقعا در فرق هستن، کودکان ایران رو میبینیم حتی از مدرسه مربوط هستن. چطور میتونیم مثلا فکر میکنم فردوسی هست که میگه بنی آدم از یکدیگرن چون در آفرینه زی گوهرن و چه عضوی به درد آور از روزگار دیگر عضوان نمونن، میتونم راحت زندگی کنم به راحت لذت ببرم از زندگی، ولی وقتی میبینم هموطنان من تو درد هستن چطور میتونم خاموش باشم؟ به این دلیل هست که ما قدمهایی رو برمیداریم، امید داریم که مردان زنان دیگر ایرانی که واقعا خالصانه دل در گروه ایران دارن برای ایران همت کنن. یه چیز دیگه هم که میتونم بگم، خواهش من بفهم، یک الگوه در رابطه با ستارخان هست که میگه اگر خاک ایران هم به پای کفش دفن هم باشه برای اون پول میدم و ما باید در برای ایران اندیشه کنیم. و یک جمله دیگه از شاهنشاه آرزو که همیشه در ذهنم هست، فقط به ایران بیاندیشه. اگه ما همت کنیم، همه دست به دست هم بدیم، میدونم و ایمان دارم، ایمان قلبی دارم میگم اتحاد ایرانیان بین هم شکست مزدوران آخوند هست و آخوندها پایدار نمونن. یک کاری که من در این شبکه وقتی استار کردیم از بانوان عکس خواستم، گفتم که عکسای تو بدین و پرچم شیر خورشید، به خاطری که همیشه زنان منزوی بودن، همیشه زنان میترسیدن و یک واسم به دشمن خودم بگم من اینقدر قوی ایستادم که اصلا هراس ندارم. منش میخوای بشناسی بشناس و دیگه همونطور که میگیم چه ایران نباشد تن من مباد، واقعا از هیچی نخواهیم ترسید، برای ایران هستیم تا زمانی که نفس داریم و برای ایران آزادی میخوایم، برای ایران میخوایم که دیگه کشورهای دنیا مردمش جمهورهاش بتونن در آرامی زندگی کنن، مردم ملت لایق‌تر از این حرف هستن، چون ما گنجینه‌های چند هزار ساله داریم، فرهنگ داریم و بهترین‌ها در ایران هست. واقعا ایران سرزمین هست که میتونیم، من همیشه گفتم ایران قلب کره این خاکیه. آمین. و این چیزی که واقعا با دل ایمان به این خاک ایمان دارم و خاکم رو دوست دارم و بخاطر همین هم اندیشه میکنیم که در سازمان زنان پیشرو کسایی هستن که واقعا دل در گروه ایران و میخوام از تمام مردم به خصوص مردان زنان مبارزی که بدون واقعا به فقط به ایران میاندیشن، به قانون مشروطه ایمان داشته باشن که تنها راهکار ماست و همه شیر و خورشید رو به دوش بگیریم، ما پیروزیم. ما وقتی که شبانو فرش خیلی خوبی میگه، من شبانو رو خیلی دیدم، میگه نور بر تاریکی پیروز است. ما ایمان این دور بختاری که پیروز خواهد شد، چون همه ما دل در گروه خاک پات ایران داریم. ایران ما مقدسه و جایی وقتا میگم ایران من اورشلیم دوم است. آمین. برای عزیز آمین. بسیار عالی. واقعا هم از بانو روحانی عزیز و هم از بانو ناهید شاهین برکت گرفتیم نسبت به کلام و این امید که میبینم در دلتون هست، بسیار زیبا هستش. زمانی که ما یک غیرتی رو داریم نسبت به یک هدف مقدس، در ابتدا اون آتش ما رو رها نمی کنه، دوست داره که یه جای دیگه رو هم آتیش بزنه. وقتی دو نفر میشیم
مسلما دلگرمی بیشتری میشه. وقتی 3 نفر میشیم، وقتی 4 نفر میشیم، میبینیم که در این اتحاد حقیقتا یک جنگل بزرگ میشه آتیش زد. به طور خاص وقتی این آتیش، آتیش نیکویی هست، میاد ناخالصی ها رو بسوزونه. و درود میفرستم خدمت هر دوی شما عزیزان، دلیر زنانی ایرانی که خارج از کشور ایران هستید اما دلسوز مردم ایران هستید. همون گونه که حتما شما عزیزانم آگاه هستید که خدمات شبکه امید جاودان از سازمانی به نام پیشتازان صلح میاد، که سازمان پیشتازان صلح نیز رویایی هست که خداوند به من داد، عیسی مسیح به من داد، که اندیشه کنیم برای مشکلاتی که توی ایران هست. و باور بفرمایید، تصور من بر این هست که 19 سال پیش این رویا رو خدا به من داد، 12 ساله که نانپرافیت شدیم، اما اون زمان صحبت از این بود که در قلب من بود و ما اینو نانپرافیت کردیم، به صبر رسوندیم. این مواردی که عرض میکنم برای بچهای خیابانی، عذر میخوام میگم زنای خیابانی، اون موقع به ما این گونه گفتن و اصلا چنین چیزی نبود ما زنان خیابانی داشته باشیم، که من بیشتر میگم زنان بی سرپرست در ایران، و که ما اینها رو بتونیم دستگیری کنیم و کمک کنیم. و این رویای است که خدا به همه ما داده، یعنی همه ما از طرف اون خدایی که انسان رو آزاد آفریده کنار هم قرار داده در شبکه‌ها و در سازمان‌های مختلف، بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم تا اون هدف مقدس خدا که آزادی برای همه مردم جهان هست. خب امروز اولویت کشور عزیز ما ایران هست، برای اون اندیشه کنیم و ایمان دارم که با فیض خدا همه در کنار هم موفق و پیروز خواهیم بود. بانو روحانی عزیز، سوالی که داشتم این هستش که تا اونجا که تحقیق کردم و از قبل از اینکه برنامه شروع بشه از خود شما شنیدم، شما در شبکه‌ای و یا سازمانی به نام آپادانام فعال هستید. سپاسگزار میشم که دقایقی در این رابطه هم صحبت بفرمایید. سپاسگزارم جناب حیدری. اول راجع به واژه زنان بی سرپرست خواستم یه توضیح کوچولو بدم که زنان بی سرپرست نیستن، زنان انسان هستن. آمین. و زنانی که در کارهای مختلف در خیابان‌ها مجبور به کار هستن برای سرپرستی از خانواده‌هاشون، از خانه‌ها بیرون آمدن و دارن فعالیت میکنن، و اون یه بحث جداگانه است که خیلی باعث خوشحالی میشه اگه بشینیم با هم دیگه یک میز گردی تشکیل بدیم و راجع به مسئله صحبت بکنیم. حتماً. خیلی جالبه برای من. خب باعث افتخاره. واژه هایی هستش که ما در کارزار واژه به سر میبریم و یک واژه هایی به ما تحمیل شده. من فکر میکنم که بعضی وقتا یادمون میره که ما هم با هم دیگه مساوی هستیم. به هر حال من با بانو ناهید شاهین و بانو شبنم اسداللهی، که وقتی شما هی میگین خاک خاک، یک شبنم جان یک کلیپی دادن از زیر زمین خونهشون که من روی سایت آپادانو میدیا گذاشتم و واقعا عشق این کلیپ. ایشون روی توی زیر زمین دارن همین تور زیر زمینش رو میدن و یک دونه شیشه کوچولو که توش خاک ایران هست روی میزشون گذاشتم و به بینندگانشون میدن. تشویق میکنم بریم ببینیم. واقعا بی‌شائبه زنانی که ما جمع شدیم برای پروژه های مختلف، بی‌شائبه داریم فعالیت میکنیم مستقل از هر این هزینه ای هم که ناهید جان اشاره کردن. واقعا از کاری که خودم کردم، فعالیت ها، شغلی که دارم، روانپزشک هستم، پسندازی که به جایی که برای بازنشستگیم باشه خرج دارم میکنم برای آزادی ایران و هر کسی در اندازه خودش میتونه پیشگام بشه. به هر حال ما ماه ژانویه با هم دیگه یک نامه ای ارائه دادیم برای تبریک سال نو به پرزیدنت ترامپ و همچنین درخواست اینکه تمامی پول هایی که در خارج از آمریکا بلوک، خارج از ایران بلوک شده، در اختیار ایران برای باساخت زیرساخت ایران آینده آزاد خرج بشه. بعد وقتی خواستیم که این نامه رو چاپ بکنیم متوجه شدیم که اصلا کسی این نامه رو علاقه نداره چاپ بکنه و خیلی مشکلات داشتیم. یه نامه دومم چاپ شد به زحمت
بسیار به تبریک سال نو به پرزیدنت ترامپ، و اون در اون نامه ما نوشتیم که بعد از 40 سال پژوهش با هم با کمترین هزینه و بهترین وسیله برای گذار مسالمت آمیز از این رژیم اشغالگر در ایران، ما قانون اساسی مشروطه رو داریم که میتونه به ما چراغ راه ما باشه، همونطور که ناهید جان دارن شرح میدن. ما اون نامه رو ارائه دادیم و کسی بالاخره خیلی با مشکلات فراوان تونستیم شاید به چاپ برسونیم، و گرچه به مقامات ایالات متحده ارسال شد، به کاخ سفید ارسال شد و کپی شد به وزارت خارجه، سکرتری پومپئو، خود پرزیدنت و سناتورها در سراسر آمریکا، خیلی مشکلات داشتیم بر رسانه. و این رسانه apadanamedia.org که هم فارسی و هم انگلیسی هست، بر اساس این استبلیش شد و ساخته شد این وبسایت، که هر کسی که قلبش برای ایران میتپه، از هر گروهی، از هر جایی که باشن، تا جایی که مبارزه خونریزی و این مسائل نباشه، ما حمایت میکنیم برای رسانه کردن پیامشون و اینکه اخبار رو خودمون رصد بکنیم و ببینیم که از به هر حال این رسانه با کمک یاران قرار شد و داره کار میکنه، و وقتی که نامه میخواد منتشر بشه روی این وبسایت اول میذاریم که بتونیم اینو پکیج بکنیم بفرستیم به میدیا، و اگر وبسایت نداشته باشیم نمیتونیم ارسال بکنیم. بر اون اساس این مسئله پیش اومده و همینجور رشد کرده، و زنان و آقایان مبارز واقعا من سپاسگزارم که اینقدر از ما پشتیبانی کردن و بر اساس پروژه های مختلف دوباره ما دور هم جمع میشیم. این شبکه ما فراحزبی هستش، شما میتونید فرض کنید حتی از چپ باشید یا راست باشید و یا به جمهوری باشید، پادشاهی باشید، ولی ما وقتی که میگیم که ما میخوایم گذار بکنیم از این رژیم اشغالگر در ایران، و این فرمولی هست که کار میکنه و این فرمولی که هستش که آماده هستش، شما دیگه جمهوری خواه باشید یا شاهی خواه باشید فرقی براتون نداره. ما که گذار کردیم بعد به رفق خود شاهزاده رضا پهلوی سوم، خودشون هم گفتن که بعد از پیروزی ما نوع حکومت رو تصمیم خواهیم گرفت. اینه که بر اساس پروژه های مختلف از احزاب مختلف زنان و مردانی هستن که جمع میشن و کمک میکنن، و ما این پروژه ها رو بال و پر بهش میدیم و پرواز میکنه، و خیلی از واژه هایی رو که ما در نامه هامون استفاده میکنیم، وزارت خارجه، خود پرزیدنت ترامپ، خود ادمنستریشن استفاده میکنه و منتشر میکنه. بسیار عالی، سپاسگزارم از مهر شما، سپاسگزارم مطالبی که فرمودید. با فیض خداوند ایمان دارم که میتونه همه ما، هرچند شاید اندیشه های متفاوتی داشته باشیم نسبت به آزادی ایران، حتی قانون اساسی و حتی نوع حکومت، اما اینکه همدیگر رو میپذیریم، این همون معنای درست دموکراسی هستش که به همدیگه این حق رو میدیم. من به دموکراسی جهانی هم نمیخوام اشاره کنم، چون خیلی از کشورام امروز اسم دموکراسی روش هست، اما سوء استفاده شده و فضایی شده که داره به مردمش اچاپ میشه، به اون سرزمین هم داره اچاپ میشه. اما اون دموکراسی این هست که ما همدیگه رو درک کنیم، اون محبتی هستش که کلام خداوند میگه محبت از مرگ زورآورتر هست، یعنی درک همدیگه، همه ما کنار همدیگه قرار بگیریم و با فیض خداوند همدیگر رو درک کنیم، بفهمیم و اندیشه کنیم برای کشور عزیزمون ایران، که باید با فیض خداوند این نظام سرنگون بشه و اندیشه کنیم برای ایران بهتر. بانو ناهید شاهین عزیز، ما 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. سوال من این هستش که هموطنان عزیز ما، زنان و چه مردان، اجازه بدید مردانم بگم، چرا که من خودم وقتی میشنوم سازمانی هست، شبکه‌ای هستش که از حق زنان دفاع میکنه، که در طول تاریخ اگر اجحافی بوده که هست بوده، چگونه میتونن عضو این شبکه بشن و چگونه میتونن فعالیتشون رو در کنار شما عزیزان داشته باشن؟ سپاسگزارم از کسایی که تو این
نامه بیانی ما رو همراهی کردن، چه زنان چه مردان، چه دوستان خیلی خوبی بودن که به ما حتی طرح دادن که کار کنیم که بتونیم جذب کنیم این افراد رو به شبکه‌مون. قصد کار من همون نتورکینگ بوده تو این پروژه که دعوت کنم از دوستان. بیانیه در شبکه آپادانا هست، در فیسبوک، توییتر، همه جا هست، فقط خودشون رو اد کنن. اگر نمیتونن اسم خودشون رو اد کنن در وبسایت، با ما تماس بگیرن و بخوان که ما رو این نامه رو امضا کنن و ما رو به دیگران معرفی کنن. چون ما همه کسایی که در این پروژه هستیم، کسایی هستیم که دل در گروه ایران داریم. به قولی یه چیز میگن، فقط به ایران میاندیشیم، مثل همون جمله شانشاه مهر، فقط به ایران بیاندیشیم. ایران و کسایی که فقط میخوان که مثلا آقا این خامنه ای استعفا بده و بده و از سکن نظام رو برای ما چشم ابروش رو عوض کنن یا رنگ کنن، مثل بقیه چیزا ما نمیخوایم. ما براندازیم و در کلیت نظام براندازیم. یعنی اینکه ایرانی برگردیم به سوی ایران 57 و اونجا با کتاب رانمایی کار انقلاب سفید شاه و مردم و اون رو به آبادی ایران بپردازیم. از من سپاس. سپاس از مهر هر دوی شما. آیا شماره تلفنی هستش، آدرس سایتی هستش که یه بار دیگه اعلام کنید؟ وبسایت آپادانا مرجان جان، آدرس وبسایت هست apadanamedia.org. بله. بعد شما میتونید روی سایتش پایین اگر رو منیو برید میتونید به فارسی بزنید یا به انگلیسی. اگر برید زیر نام سرچ بکنید، به هر حال قسمت کامنت سیکشن بانوان و آقایان رفتن امضا کردن و اسمشون عد شده و اونجا هم کانتکت هم هست. اگر فیلم و کلیپی خواستن بفرستن ارسال بکنن، آرتیکلی داشتن ارسال بکنن، این رسانه برای ایرانی، برای ایران فراهم شده، برای خودش. ایرانیان که بتونن هر مقاله‌ای که می نویسن راجب ایران و میخوان شیر بکنن به مشارکت بذارن. بسیار عالی. و هیچ تبلیغاتی نداره، هیچ بنفیتی نداره، غیر از برای کسانی که عشقشون برای ایرانه، پاینده ایران. آمین آمین. با درود خدمت بانو روحانی عزیز و همچنین بانو ناهید شاهین، از مهر شما، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. دعای ما با شما عزیزان هست، با شبکه، با تمام فعالیت‌های شما هستش. ما کنار شما عزیزان ایستادیم، اینو ببینیم و می‌دونم بسیار مردان هستن. کلام خداوند میگه بین زن و مرد هیچ فرقی نیستش. مطابق کتاب مقدس زن شکل خدا آفریده شده و این شیطان بود که در طول تاریخ آسیب زد و متاسفانه مردسالاری این فضا رو داد که بیشتر زنان در جامعه اذیت بشن. اما ایمان داریم که در عصری هستیم که میتوانیم آنچه که حقیقتا اراده خداوند بوده در این هدف مقدس، زن در جایگاه خودش قرار بگیره. حتی کلام خدا میگه زنان مشاورین مردان هستن، به مردان میتونن مشورت بدن، تو اون جایگاه باشن به عنوان مادران، بانوهای خوب در جامعه و باعث روش و پیشرفت تمام جوامع بشن. شما عزیزان رو به دستان پرفیض خداوند میسپارم. با فیض خداوند در برنامه دیگه با شما عزیزان باشیم. فیض خدا. فیض خدا. آمین آمین آمین. با سپاس از هموطنان عزیز که تا این وقت با ما بودن. هموطنان عزیز، بریم با هم دیگه مجموعی از برنامه‌های خبرناک رو ببینیم و برمیگردیم. با آقای دکتر صاحب عزیز هستیم با اخبار و اطلاعات روز. خواهش میکنم ما رو شیر کنید با دیگران. روی یوتیوب لطفا ما رو سابسکرایب کنید تا برنامه های چه برنامه کلیسایی و چه برنامه امید جاودان رو بتونید داشته باشید. همه که همگی در مسیر عشق و محبت و امید هست. با ما باشید لطفا. پاکسازی در قوه قضاییه ایران مدتی است خبرساز شده. حالا علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران، میگوید مبارزه با فساد به دستور آیت الله خامنه‌ای بوده. دستوری که شاید اشاره به این حرف‌های رهبر ایران در دیدار با مسئولان قضایی باشد. نسبت به فساد درون قوه قضاییه سختگیری کنید. علتش هم اینه که این مسئول رفع فساده، اگر خودش فاسد شد گناه او نابخشوده نیست. رئیس قوه قضاییه هم دوباره از برخورد قاطع با فساد خبر داد. روی این تأکید داریم ما
به خاطر اینکه دادگستری باید خودشو مجهز کنه برای برخورد با ناامن کنندگان و اخلالگران در امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، برخورد با مفسدان اقتصادی. به تازگی اخبار رسمی و گاه غیر رسمی از دستگیری مسئولان عالی رتبه در دوران ریاست قبلی قوه قضاییه منتشر می شود. شما مطمئن باشید هیچ کس در قوه قضاییه و به ویژه در دوره جدید خط قرمز به حساب نمیاد. ما خط قرمزی قائل نیستیم. یکی از آنها دستگیری اکبر طبری، مردی در سایه، مدیر کل امور مالی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی. در تمام 20 سال گذشته با وجود اینکه سمت‌های بالایی در قوه قضاییه داشته، کمتر عکس و گزارشی از او در رسانه‌ها منتشر شده. او تنها 7 روز پس از آغاز به کار ابراهیم رئیسی اولین مقامی بود که برکنار شد. گزارش شده بازداشت او با دستور مستقیم آقای رئیسی بوده. من به ثبت سفارش نگاه. پس از بازداشت آقای طبری، اخبار غیر رسمی از بازداشت و آزادی به قید وثیقه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان قبلی تهران منتشر شد. البته این خبر به فاصله کوتاهی تکذیب شد. 2 ماه پیش هم قوه قضاییه از برکناری 60 قاضی در 1 سال اخیر خبر داد. رئیس قوه جاسوس. اما برخی از تحلیلگران معتقدند که بگیر و ببندها و اخراج‌های اخیر بیشتر از آن که مبارزه با فساد باشد، تصفیه حساب‌های داخلی علیه بعضی از دستاندرکاران زمان صدارت آقای لاریجانی بر این نهاد است. عهد کردم که هیچ کسی را که تهمت و افترا بزند حلال نخواهم کرد. صادق لاریجانی حالا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. منتقدان بارها از فساد گسترده در دستگاه قضایی در زمان زمامداری او انتقاد کرده بودند. کشف اختلاس‌های کلان و پی در پی در سایر دستگاه‌های دولتی و انفعال قوه قضاییه در برخورد با آنها در اعتراضات هم انعکاس داشته. برخی از معتقدان از اقدامات اخیر قوه قضاییه استقبال کردند، اما باید دید آیا این فقط مرهمی موقتی است یا اقدامی مؤثر برای رفع معضلی ریشه دار. هاضمه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی مطلقا فساد را نمیپذیرد. مادر امام رضا یکی از اسمایشون مارسیاس، اهل حضرت رضا صلی مادر فرانسوی هم نجاده، اهل مارسی شهر فرانسه است، نجاده فرانسوی امام رضا صلی مادر. این که ایشون مادرش اروپایی دیگه، مادر حضرت مهدی جناب نرجس، میدونه اسمشون هم که ملیکه ملیکا بود، نرگس گفتن چون نرگس اسم طبقات برده و کنیز بود، اسم مستعار گذاشتن که اینا نفهمن که ایشون جزو خانواده های مطرح و بزرگ امپراتوری رومه. نژادهای اروپایی نژادهای وحشی هن، اینا حالا ظاهرشون اتو کشیده و کراوات زده و اتکلون زده و اینا هن. اما باطن همون باطن وحشیگری است که در تاریخ وجود داشته، هنوزم در اینها هست. نشسته خدای زنده عاشقونه، میخواد بیا تا به همیشه تو زندگی تو بمونه. مسیح ما نور نجاته، پر از محبت و سروره، کنار عیسای خداوند از ما غم و غصه بدوره. حیات جاودانو میده هدیه به قلب تو مسیحا، یه رنگ و روی عاشقونه میگیره چشم تو دنیا. شکر و سپاس خدای زنده بهر تولد دوباره، این که روح خدا برای ما هدیه ای تازه داره.
پشت در قلبت نشسته، خدای زنده عاشقونه میخواد بیاد تا به همیشه تو زندگی تو بمونه. مسیح ما نور نجاته، پر از محبت و سروره، کنار عیسای خداوند از ما غم و غصه بدوره. حیات جاودانو میده، هدیه به قلب تو مسیحا، یه رنگ و روی عاشقونه میگیره چشم تو دنیا. شکر و سپاس خدای زنده، بهر تولد دوباره، این که روح خدا برای ما هدیه ای تازه داره. با درود مجدد خدمت هموطنان عزیزمون، همان گونه که میدونید برنامه خبرناک در شبکه امید جاودان در این وقت برنامه زنده هست. هر پنج شنبه از ساعت 11 در خدمت شما هستیم با کنشگران سیاسی و مفسرین سیاسی. اینک این افتخار رو داریم با دکتر صحاب عزیز هستیم و ایشون با توجه به مشغولیت هایی که دارن دیگه این رابطه دوستی و عشق و محبت هستش که دعوت منو میپذیرن و لطف میکنن در این برنامه با ما هستن. درود میفرستم خدمت آقای دکتر صحاب عزیزم، سپاس از این که با ما هستید. درود و عرض ادب و احترام خدمت شما کش رسول عزیز و تمام دستندرکاران خوب برنامه خبرناک، آقای یاسر، آقای روبن و باقی دوستان. سپاسگزار هستم از مهر شما. از خداوند میخوام که پیوسته قوت خدا با شما باشه، چرا که میدانم که بسیار فعال هستید، اکتیو هستید و از سخنان شما نسبت موضوعات مختلف سیاسی همیشه بهره بردیم و در رادیوی امید جاودان نیز پخش میشه مدام و نسبت به آنچه که مطالبی که شما گفتید شنوندگان ما بسیار راضی هستن و باعث آگاهی شده. سوالی که امروز داریم تو این وقت تنگ، البته با پوزش، این هستش که آقای دکتر صحاب عزیز، با توجه به این که دولت آمریکا، دولت ترامپ سعی داره یک ائتلافی رو بین کشورهای دیگه برای ایجاد امنیت در خلیج فارس ایجاد بکنه، این موفقیت رو شما چه مقداری میبینید؟ چرا که داریم میبینیم ظاهرا یک نوع میشه گفتش که تلاش هایی داره میشه، بعضی از قسمت ها جواب داده و بعضی از قسمت ها بی تفاوت بودن کشورها نسبت به این عملکرد دولت آمریکا. سلام مجدد خدمت شما. ببینید این موضوع اولا موضوع جدیدی نیست، همواره وقتی خطری کشتی ها رو تهدید میکنه، کشورهای مختلف دست به دست هم میدن تا اتحادی ائتلافی رو برای حراست از اون کشتی ها ایجاد کنن. اگر شما دقت کنید حدود 5 سال پیش وقتی در دریای عدن و دریای عرب در ابتدای باب المندب مشکلاتی ایجاد شده بود از طریق دزدان دریای سومالی، حدود 30 کشور دست به دست هم دادن تا امنیت منطقه رو برقرار کنن. البته منطقه اون قسمت از ناحیه غرب اقیانوس هند که میشه دریای عدن و این ورش کنار یمن بریم به سمت دریای عرب، منطقه بسیار وسیعه، حدود 8 میلیون کیلومتر مربع. اما آمریکا و متحدانش تشخیص دادن که از سال 1398 یعنی از بهار سال 2019 با انفجار 4 کشتی در فجیره در ابتدای دریای عمان و بعد هدف قرار گرفتن 2 کشتی دیگه در ابتدای خلیج همیشه فارس، نیاز هست که امنیت منطقه تأمین بشه. برای همین تشکیل اتحاد دادن. خب یه سری کشورها پذیرفتن، بریتانیا 2 کشتی خودشو داره میکنه 3 کشتی که کشتی که جدیدن راه افتاده، یعنی دیروز از لیورپول راه افتاد،
بسیار کشتی پیشرفته بیه. استرالیا قبول کرد، حتی ژاپن قبول کرد یک کشتی مهندسی بفرسته. از کشورهای دیگه هم که قبول کردن اسپانیاست که در قالب ائتلاف نه ولی در قالب همکاری با آمریکا دوباره ناوشکنشو میفرسته. اسرائیل داره کشتی میفرسته، گرچه نیروی دریایی اسرائیل چندان قوی نیست. این کشورها قبول کردن. حالا بعضی از کشورها هم مثل آلمان قبول نکردن، گرچه آلمان نیروی دریایی پیشرفته‌ای نداره ولی میتونست یه ناوشکن بفرسته که نفرسته. فرق این ائتلاف با ائتلاف 5 سال پیش که برگزار شد بر ضد دزدان دریایی سومالی، دزدان دریایی سومالی، دو چیزه. یک، منطقه‌ای که این دفعه تحت حاکمیت قرار میگیره نزدیک تنگه هرمز در ابتدای دریای عمان و خلیج همیشه فارس که منطقه خیلی کوچیکیه از نظر دریا نوردی. دوم، قبلا جلوی دزدای دریایی میایستادن، امروز روبروی کسانی میایستن که نیروهای SNSF هستن، یعنی نیروی دریایی کماندویی سپاه. اینها نیروی آموزش دیده هستن که از سال 1386 تا حالا این فعالیت ها رو به عهده دارن. مرکزیتشون هم در بندر عباس و خصوصا در جزایر در جزیره ابو موسی است. بله. خب ببخشید الان خب شما فرمودید سپاه، آیا سپاه مگر تحریم نشد از دولت آمریکا؟ چگونه بازم میتونه سپاه پاسدارانی فعالیت اونجا داشته باشه؟ عرض کنم خدمت شما که از نقطه نظر تحریم ها، بله سپاه مدت هاست تحریمه و الان قریب یک سال کمتری که آمریکا اینها رو تروریست میدونه. البته بگم مردم ایران 40 ساله که سپاه رو تروریست میدونن، دنیا یک ساله داره اینا رو تروریست اعلام میکنه. اینم بگم که مردم ایران 40 ساله فهمیدن اینا تروریست. درست. اما به یاد داشته باشید امنیت دریای عمان برای رژیم آخوندی رو نیروی دریایی ارتش تامین میکنه. هر کشتی که از تنگه هرمز رد میشه امنیت نیروی دریایی ایران رو نیروی دریایی سپاه تامین میکنه. دو کوریدور وجود داره، یک کوریدور رفت، یک کوریدور برگشت. اینا هم با هم 5 مایل فاصله دارن حدودن. کوریدور رفت که تانکرها، حالا به صورت نفتکش یا سوپر نفتکش ها، ابر تانکرها و یا کشتی های باربری از کوریدور رفت میان که نزدیک آبهای ساحلی ایران. درست. وقتی که کارشون انجام میدن، وقتی میخوان منطقه خارج بشن، از کوریدور برگشت خارج میشن که نزدیک آبهای کشور عمان و تا حدی کشور امارات متحده عربی. حالا اگر سپاه تروریست باشه یا نباشه، نیروی دریاییش با حدود 2000 قایق تندرو و چند صد لنچر در منطقه حضور دارن. درست. و کارهای خودشون رو پیش میبرن. پس بله خواهش کنم. پس بنابر این آیا ما میتونیم به این نتیجه برسیم که دولت ترامپ و دولت آمریکا اون هدف اصلی که داشتن برای سرکوب کردن، ما میگیم این نظام تروریستی اسلامی که این ناامنی رو در خاورمیانه آورده، میتونیم بگیم که موفق نبوده؟ شاید کمتر از یک سال. درست. الان مدت زمانی که آمریکا و سپاه رو به عنوان یک سازمان تروریستی منظور کرده در حد 9 ماه هم هنوز نشده، چه برسه به یک سال. ما یه مطلب عمده رو توجه داشته باشیم. بله. نیروهای حزب الله به شدت تحت تحریم اقتصادی هستند. رژیم آخوندی دو لایه تحریم اقتصادی هم روش اعمال شده. می‌بینید آمریکا یک سال و 2-3 ماه پیش از برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای رو بر علیه منابع مالی اونها اعمال کرد. آخریش هلدینگ خلیج فارس در پتروشیمی بود که بیش از 39 تا شرکت وابسته به سپاه به کارهای پتروشیمی در داخل و خارج از ایران، حتی در چین و سنگاپور، حتی نمایندگی‌های در امارات و پاکستان داشتن، همگی برچیده شد و داره فشار شدید اقتصادی میاره بر اونها. البته مرکز سنتکام در قطر و نیروی پنجم دریایی آمریکا در بحرین به F-35 و بمب‌افکن‌های راهبردی به 52 تجهیز شدن، قدرتشون افزایش پیدا کرده. اما من فکر میکنم روبروی هم قرار گرفتن این دو ساختار چیزی نیست که به 3 ماه و 4 ماه و 6 ماه خط بشه، زمان بر هست. اگر هم نگاه کنید نیروی دریایی ارتش ایران که مسئول امنیت سیستم آخوندی در دریای عمانه یک قراردادی رو امضا کرده با نیروی دریایی روسیه. بله. اونها یک
مانور مشترکی رو در ابتدای دریای عمان برگزار کنن به مرکزیت چابهار، یعنی مرکزیتشون در چابهار و این مانور بین ایران و کشور جمهوری روسیه انجام میشه. تصور میکنید که دولت روسیه پوتین چه مقدار میتونه مدافع این نظام اسلامی باشه تو این شرایط؟ چرا که وقتی الان دیگه هر کسی که کنار نظام اسلامی میسته در به نوعی در برابر و در مقابل دولت آمریکا ایستاده و تا به امروز هم میدونیم که به خاطر منافع طلبی های روسیه متاسفانه نظام اسلامی دستشو باز گذاشته و اجازه داد این چپاول انجام بشه، چه از نظر جغرافیایی در کشور عزیزم ایران و چه منابع و معادن و چه اون حیثیت ملیگرایی ما. اما فکر میکنید از این به بعد روسیه چه مقداری میتونه بازم استقامت کنه و برای دفاع از نظام اسلامی بیسته؟ دو مطلب خیلی مهم رو میخوام در نظر بگیریم. اول اینکه روسیه همین الان هم به شدت از طرف آمریکا و کشورهای غربی به خاطر مسئله 2014-2015 شبه جزیره کریمه مورد فشار اقتصادی و تحریمه. درست. یه مطلب. و اینکه در ناحیه شرقی اوکراین این دو طرف روبروی هم قرار گرفتن، یعنی نیروهای اوکراینی وفادار به اوکراین و نیروهایی که در اوکراین هستن در منطقه دونسک طرفدار دولت روسیه و روستوار هستن. این یه مطلب. پس همین الان آمریکا و روسیه در این مطلب با هم مشکل دارن و روسیه تحریم شده، ارزش روبل روسیه 55% کاهش پیدا کرد. اما مطلب خیلی مهم، خیلی مهم اینه که از سال 1702-1703 که پتر کبیر در اثر معروفش که در قالب وصیت‌نامه شه در مورد رسیدن به آبهای گرم می نویسه، بله روسیه به جزیره کریمه، به شبه جزیره کریمه و دریای سیاه راه داره، روسیه به دریای بالتیک راه داره، اما روسیه همیشه چشم داشت به آبهای گرم جنوب ایران، یعنی دریای عمان. بله. همینطور که روسیه در یک سال اخیر قراردادی بست با بشار اسد و بندر طرطوس رو در دریای مدیترانه، اگه دقت کنید در حاشیه جنوب شرقی دریای مدیترانه، بندر طرطوس رو 49 ساله از بشار اسد یعنی از سوریه در حقیقت کرایه کرد تا بتونه اونجا نیروی دریایی و پادگان‌ها به همین طور یک مرکز فرودگاهی خودش رو اونجا دایر کنه. فکرش در دراز مدت اینه که نیروهای خودش رو به آب‌های گرم دریای عمان و خلیج همیشه پارس برسونه. این مسئله برای اونها مهمه. جزایر استراتژیکی مثل تنب بزرگ، تنب کوچک و خصوصا ابوروسا بسیار کلیدی هستند. جزایری که سال 49 در عمل به تصرف دوباره دولت ایران در اومدن بعد از 80 سال که از زمان قاجار از ایران جدا بودن، با فکر بسیار عالی جناب محمد رضا شاه فقید به خاک ایران بازگشتند. و اگر دقت کنیم این جزیره، این جزیره ابوموسی کلیدی ترین جزیره منطقه تنگه هرمزه. و یک مطلب خیلی مهم اینه که روسیه هم میخواد همون طوری که در نقاط دیگه جهان روبروی آمریکا قرار گرفت، در این قسمت یعنی دریای عمان برای خودش یک پایگاه و یک جاپای قدرت سیاسی نظامی ایجاد کنه. خواهش کنم. حالا که دیگه صحبت از روسیه شد و پوتین شد، مسئله دریای کاسپیان هم خوبه دربارش صحبت کنیم. چرا که خب ما میبینیم که یه فراخوانی شد و بیانیه‌ای داده شد در برابر مجلس و ما اون در اصل میشه گفت تأثیر اون بیانیه یا فراخوان رو انقدر ندیدیم باشه، حرکتی شد. آیا تصور نمیره که امروز وقتی ما داریم میخوایم اعتراض کنیم نسبت موضوع کاسپیان، به جای اینکه ما در برابر مجلس نظام اسلامی بایستیم، چون حامی این نظام الان روسیه هستش، مردم ما در برابر سفارت روسیه میرفتن و اعتراض میکردن و شاید از نظر امنیتی هم براشون بهتر بودش؟ چی فکر میکنید؟ راستش من فکر میکنم که سفارت روسیه در ایران قدرت بسیار زیادی داره. اما مطلب خیلی مهمی که هست اینه که سیستمی ایجاد شده به نام سیستم نجات دریای کاسپیان. نمیدونم شما از این موضوع اطلاع دارید یا نه. بنیانگذارش هم
کسانی هستن که بیانیه 14 تن رو نوشتن. بله. اما فراسوی هر نوع تدبیر و حزب و انگیزه سیاسی، چه جمهوری خواه چه طرفدار پادشاهی پارلمانی، تمام کسانی که با جمهوری اسلامی آخوندی مخالف هستند به این نتیجه رسیدن که در راستای تمامیت ارضی ایران با همدیگه متحد بشن و تشکیل یک سیستم بدن، که بندم در اونجا حضور دارم، بنیانگذارش آقای محمد مظفری و آقای مهرگان هستن. آقای مهرگان، آقای مظفری که میشناسید، من بله. حضورتون هستن. بله بله. من از زندانیان سیاسی هستم و خبرنگار. بله. آقای مهرگان هم که جزو همین بیانیه 14 تن هستن. بله. بسیاری رو فرا خوندن، از پادشاهی ها بگیر تا جمهوری ها، و همه و همه ایستادن کنار هم به یک سیستم رو شروع کنن، برای اینکه چه از نظر حقوقی، فراخوان مقالات و اجتماعات متعدد در سراسر ایران و همینطور اروپا کار رو پیش ببرن. بی تردید مردم ما ذره ای از خاک کشور خودشون رو واگذار نمی کنن، مستلم. چه برسه به اینکه مساحتی به اندازه استان اصفهان رو به همین راحتی از دریای کاسپین و حق ملت ایران بردارن و به دولت روسیه واگذار کنن. این محصه بسیار مهمیه که از 27 مرداد 1397 تا به امروز ادامه داره. مردم ما هم آگاه و دانا هستن و از حق خودشون به هیچ عنوان از یک سانت از این 1,648,195 کیلومتر مربع از یک سانتش دست نمیکشن. چون این میراث پدران ماست و ذخیره‌ای که برای فرزندانمون در دل تاریخ به جا میذاره. بله، سپاسگزارم از مطالبی که فرمودید و در کناری که بسیار کوتاه کوتاه سوالات جواب میدید و اما بسیار پرمعنا و تفکر برانگیز هستش. خیلی خوب. اما آقای دکتر صاحب عزیزم، دوست داریم بازم در خدمتتون باشیم. الان میبینیم که واقعا شرایط ایران، حالا چه به خاطر تحریم ها و چه به خاطر ندانم کاری دولتمندان نظام اسلامی در طول این 40 سال، شرایط بد آب و هوا، شرایط سلامتی مردم، شرایط بد اجتماعی، حتی شرایط بد آموزش و پرورش در ایران رو داریم میبینیم، اختلاس ها رو داریم میبینیم، دگر باورها میبینیم که توی جفا هستن، حتی باورهای مذهبی مانند بهایی ها، سنی ها، ایمانداران مسیح، همه میبینیم که توی فشارهایی هستن و داریم میبینیم الان دوباره مهاجرت از ایران چقدر گسترده شده، با توجه به اینکه به هیچ وجه کشورهای مهاجرپذیر تا اونجایی که من اطلاع دارم میل به این ندارن که ایرانی ها رو به عنوان مهاجرین الان بپذیرن، به خاطر شرایط سختی که پیش اومده و مسائلی که توی پرانتز که در گذشته برای ایرانی ها پیش اومده. دوست ندارم در این رابطه زیاد صحبت کنم، اما خوبه که یک دو تا جمله بگیم در رابطه با کسایی که پناهنده سیاسی شدن، پناهنده مذهبی شدن و حتی به نوعای دیگه پناهنده شدن و اعلام کردن، سوگند خوردن توی دادگاه که اگر ما برگردیم به کشورمون ما رو میکشن. بعد از یکی دو سال به راحتی، حتی خیلیاشون هنوز امضای اقامت اون سرزمین خوش نشده بود که به طریق به ایران رفتن اومدن و امروز دولت‌ها به طور خاص کانادا، آمریکا، نروژ، من شنیدم سوئد، دانمارک، شنیدم که این دولت‌ها متوجه شدن که خیلی از ایرانی‌ها با توجه به اینکه پناهنده سیاسی شدن، بعضیا در زمان جنگ اومدن، قابل درک است دیگه، جنگی ما نداریم، میتونن برن و بیان، اما اونا که پناهنده سیاسی، اجتماعی و مذهبی شدن دیگه، شرایط مهاجرپذیری رو متاسفانه خراب کردن و بدبین کردن ما رو، دولت های مهاجرپذیر رو نسبت به ملت ایران. در این شرایط سخت که داریم میبینیم فقر و فساد، ظلم و ستم، حتی خب گروه های همچنین عزیزان ما 14 نفر به عنوان مردان، 14 نفر به عنوان زنان و قصه های دیگه ای که دوباره پیش میاد، که همه اینها خوبه، چرا که بوی آزادی میاد و دستگیری خیلی از سران سپاه رو ما الان داریم، دستگیری خیلی از دولتمندان نظام اسلامی رو داریم، حالا به هر کدوم به بهانه و به عنوانی که نشون میده که درون نظام چه آشوبی هستش. و افرادی مانند آیه عباسی که
میبینیم یه متعصب اسلامی سرسخت، حتی اونم زندان میکنن و چه جنگ درونی هست. شما الان شرایط رو چگونه میبینید آقای دکتر صاحب؟ چگونه میتونید ما الان بذارید من این مسئولات و فرمایشات شما رو تک به تک جواب بدم؟ خواهش. اول در مورد 14 نفر بگم که روز یک شنبه مصادف با 11 آگوست که میشه 20 مرداد ایرانی، ساعت 11 صبح شعبه 903 فکر میکنم درست بگم، اگه اشتباه کردم دوستان اصلاح کنن، در مشهد آقای دکتر کمال جعفری یزدی در دادگاه تجدید نظر بودن که دوستانی اومده بودن به کمکشون. در یک اجتماع مسالمت آمیز آقای غلام حسین بروجردی بودن، آقای عبدالرسول مرتضوی تفرشی بودن، آقای هاشم خواستار بودن، خانم سپهری بودن و برادرشون، بعد خیلی بانو حوریه بودن، آقای نوریزاد بودن، خیلی های دیگه، حدود 14-15 نفر بودن که همگی بازداشت شدن. الان که با شما صحبت میکنم جمعی از این دوستان اعتصاب غذای خشک ترتیب دادن جناب رسول، یعنی حتی آب هم نمیخورن. آب هم نمیخورن. واحدیان هم روز چهارشنبه چند ساعت بازداشت بودن، آزاد شدن. این افراد 3 روز اعتصاب غذای خشک ایجاد کردن و به آقای مرتضوی و آقای خواستار و آقای بروجردی، حالا آقای بروجردی و آقای مرتضوی جانباز هستن. بله. آقای مرتضوی پای چپشون رو در جنگ از دست دادن، آقای بروجردی جانباز شیمیایی حرکتی هستن. اینا باید داروهاشون رو بخورن. بله. بهشون داروهاشون رو ندادن و به خاطر این اقدام غیرقانونی، البته بگم تقاضای 100 میلیون وسیله کرده بودن که بعضی از اونها نتونستن فراهم کنن و دست به اعتصاب غذای خوش زدن. اما در ارتباط با پناهجویان، خود شما که الان وضعیت خود من رو تو این کشور میبینید، دقیقاً میتونید. بله جانم، بله. بحث دارم که حالا اگه بشه به کانادا بیام، اما آمی. بعضی از هم‌وطنان هستن که به هر دلیلی در گذشته میومدن تقاضای پناهندگی سیاسی میکردن و بعد شرایط رو به کل تغییر میدادن و برمیگشتن، خصوصا در اتحادیه اروپا، خصوصا در اسکاندیناوی، انگلستان. بله. و حتی دانمارک هم یه استثنا در نظر، چون دانمارک دیگه از این شرایط اصلا نمیپذیره. بله. در آمریکای شمالی، کانادا دیگه نمیپذیره. درست. و متاسفانه افرادی اومدن از کیس سیاسی استفاده کردن و برگشتن که دیگه کار رو برای اونایی که واقعا سیاسی بودن سخت کردن. بله. البته الان حالا کاری به پناهجو نداریم، خیلی از سیاستمداران ایران دو تابعیت هستن، خودشون. بله. خانوادهشون یک پاسپورت دوم کانادایی انگلیسی دارن، خودتون دارین میبینید. بله. دیگه آقای مرتضی تهرانی، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی تهرانی که مدتی در کمیسیون امنیت ملی مجلس بود، خودش و خانوادهش تابعیت دولت آمریکا رو دارن. درست. یه خود عجیب واقعا. بله بله. یا آقای روحانی تابعیت مضاعف دارن. بله. در ارتباط با آقای عباسی فرمودید، خب ایشون حرفای عجیب غریب زیاد میزن. بله. ایشون آقای روازاده، آقای رائفی حرفای عجیب غریب زیاد میزدن، ولی آقای عباسی چند روز پیش با شکایت وزیر اطلاعات، اگه دقت کنیم ما در کانال خبری نوشتیم. بله. آقای علوی با شکایت کردن از ایشون و ایشون در بازداشت موقتن تا زمان دادگاه. ابتدای امرم دادیار پرونده قبول نکرده بود که وثیقه گذاشته بشه. اما در ارتباط با دستگیری افرادی مثل سردار ربیعی، اون 120 نفر که گفتن، حالا مطالبی مطرح شد خاطر جاسوسی و این مسائل بازداشت شدن، وزارت اطلاعات مداره که در سازمان اطلاعات سپاه گذاشت و این مسائل، حرف و سخن زیاده. اما میدونید سازمان های اطلاعاتی، یا خودتون سابقه کار خبری دارید، بنابرای هیدری سازمان های اطلاعاتی، چه سازمان اطلاعات سپاه، ساس، وزارت اطلاعات، واجا، خصوصا بخش امنیتش، خبری رو منتشر نمی کنن. یعنی سازمان ها سعی می کنن کامل در سایه حرکت کنن و هیچ مطلبی رو معین و مشخص به دیگران نگن. اگر بازداشتی می کنن تا حد ممکن طرف رو بایکوت خبری قرار می دن تا چیزی ازش منتشر نشه. شما نمونه ساده شو نگاه کنید، پریروز آقای نجفی شهردار سابق تهران از اولیای دم، از خانواده میترو استاد، خصوصا برادرش آقای مسعود استاد، آقای دکتر مسعود استاد که دکترای هوافضا دارن و قبلا حتی مدتی با سپاه هم کار میکردن، رضایت گرفت ظرف کمتر از 2 ماه، یعنی حدود 50 روز
از قد گذشته رضایت گرفت، تازه تو دادگاه هم تقاضای تجدید نظر کرده. با کلت بدون مجوز، چون مجوزش گذشته بوده، 5 تا گلوله با اون خانم شلیک کرده، رضایتش گرفته، تو دادگاه هم میخواد که بگه این غیر امن بوده. کلا در ایران دو نوع شهروند داریم جناب حیدری، شهروند درجه یک که شامل من و شما نمیشه، شهروند درجه یک که شامل تمام انسان‌های میشه، گردنشون کلفته، از قانون قوی‌تر، بسیجی هم، پاسدار هم، اطلاعاتی هم، پارتی دارن. اونا شامل 2% 1% جامعه و ما شامل اون 96-7% باقی جامعه ایرانی. ما که برای آزادی، برای حقوق بشر، برای اجتماع سکولار دموکرات مبارزه میکنیم. در خدمت شما هستم. خدمت. آخرین سوال این هستش، این 96% آقای دکتر صاحب چه کار کنم؟ الان چه کار باید انجام بدن که کنار اون 14 نفرها باشن، کنار اپوزیسیون باشن؟ چه کار مفیدی رو الان باید انجام بدن که هر چه سریعتر ما به هدف عالیه خودمون برای سرنگونی نظام برسیم؟ ببینید یه حرکت جالب، من بذارید دو قسمت کنم. من چند دقیقه وقت دارم جناب حیدری؟ ما 7-8 دقیقه وقت داریم، در خدمتتون هستیم. ببینید مردم ایران در طول تاریخ نشون دادن در 40 سال گذشته، مثل 18 تیر 78، بله، ماجرای قتل زنجیره‌ای، بسته شدن روزنامه سلام، قضیه دانشجویان دانشگاه تهران و کوی امیرآباد و حمله همین دهنمکی و الله کرم و امثالهم به کوی دانشگاه، درست، و بعد قضیه 88 و رای گیری 22 تا 25 خرداد و قضیه آقای میرحسین موسوی و کروبی از یک سمت، تقلب گسترده انتخاباتی و آقای محمود احمدی نژاد، و بعد دی ماه سال 96. مردم ایران نشون دادن اگر تعدادی به میدان بیان، اون اکثریت خاموش هم به پشت سر اونها برای حمایت میان. بس. ما دیدیم دی 96 رو، درست، حرکتی که در مشهد شروع شد 1000 خورده کیلومتر اونورتر در علی گودرز و ازنام در همایون شهر اسمش شده بعد از انقلاب خمینی شهر، و خانه اصفهان و شاهین شهر رو قهدلیجان ادامه پیدا کرد، خصوصا قهدلیجان که 4-5 نفر کشتم شد. یعنی یک حرکت جرقش که زده بشه خیلی سریع ممکنه زمام امور از دست سازمان‌های اطلاعاتی و انتظامی خارج بشه. بله. مردم ایران باید از کسانی که روبروی آخوند ایستادن حمایت کنن. شما یه مطلب ساده رو تصور کنید. خیلی ساده. والا حضرت رضا پهلوی و خانومشون بانو یاسمین پهلوی در وبسایت بانو یاسمین پهلوی، اون چیزی که من با چشم خودم دیدم، در حالی که فرشگرد و بزرگان قغنوس کنارشون بودن، از بیانیه 14 تن حمایت کردن. بله. نمیگم از تک به تک اون 14 نفر، نه، از بیانیه اون 14 نفر حمایت کردن. درست. اگه یادمون باشه در طول تاریخ همین موضوع بوده، 1977 واسلاف هاول و یه سری از روشنفکران و کنشگران کشور چکسلواکی یه بیانیه ای دادن، خیلی از روش حمایت کردن که 13 سال بعد منجر به آزادسازی این سرزمین شد. بله. چک و اسلواکی. به نظر من مردم ما باید ببینن که آیا با 4.5-5 برابر شدن قیمت دلار در طول 2 سال گذشته میتوانن به این روی ادامه بدن یا نه. امروز پول ایران، زیمبابوه و ویتنام 3 پول بی ارزش جهان هست، در کنارشون ونزوئلا هم هست، بولیوار ونزوئلا. واقعا این طرز زندگی شایسته ملتی با این قدمت هست؟ ملتی که 3.5 تا 4 میلیون دانشجو داره، 94.5% 94.2% باسواد داره، ملتی که 7000 سال تاریخ داره و ذخایر انسانی و معدنی کانی این حد پیشرفته داره، آیا باید اینگونه زندگی کنه؟ آیا باید بالاترین شاخص فلاکت جهان رو داشته باشه؟ یعنی تورم به علاوه بیکاری میشه شاخص فلاکت. دقیقا. آیا باید جزء کشور ناامید و افسرده جهان باشه؟ اول عراق، دوم ایران. آیا باید نرخ رشد اقتصادیش -6.5% باشه؟ نرخ رشد صنعتیش -9.5% در جهان باشه؟ بدترین رشد صنعتی ایران در سال 1397 بود. ما بعد از زمان قاجار همچین چیزی نداشتیم. -9.5%. یعنی چیزی هلوش 10% نسبت به سال قبلش عقبگرد داشتیم.
همینجوری پیش بره همون اتفاقی میفته که بارها و بارها اقتصاددان‌ها گفتن بله. ایران ونزوئلایی میشه. یعنی چی؟ ونزوئلا هم نفت بوده. بله. ونزوئلا هم کشور بزرگ بوده، یک بله متمرکز مستقل داره. تازه ونزوئلا طلا هم داره. بله. اما اقتصادش رو توقفش رو ببین. من می‌خواستم اگه یک دقیقه فرصت هست خواهش کنم بفرمایید. بفرمایید. خاطر شما کارت می‌کنن. تشکر کنم. من از سپس. کانال کمپین بازگشت شاهزاده جناب سام، کانال گارد شاهنشاهی جناب امیراشکان عزیز، کانال کوروش بزرگ جناب سامی، کانال ملا و مجاهد جناب پارسا، کانال پرشین هیستوری جناب سورنا تشکر میکنم. همواره به ما کمک کردن و تمام زحماتی که شما میکشید توسط این دوستان در کانال هاشون پخش میشه. اینا کانال های بزرگی هستن، هر کدوم 50 60 70 هزار نفر در تلگرام مخاطب دارن و زحمات شما رو به سم و بصر سپاسم مهرش و خارج ایران سپاسم مهرش. با سپاس فراوان از دکتر صاحب عزیزم. اگر باز مطلبی هست خوشحال میشیم بشنویم دکتر صاحب عزیزم. و زنده باشید. من عرایض خودم رو به اینجا خاتمه میدم خواهش. که مغول ها رفتن 600 سال استیلای اعراب رفت و فقط صفحات تاریخ ما رو مقداریش رو اشغال کردن، اما ما اینها رو از کشورمون بیرون میکنیم. آمین. چون به قول هرودوت ما هم پای تاریخ. آمین. با فیض خداوند. آمین. آمین. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. توی برنامه دیگه بیشتر بشن. باشه که در برنامه‌های دیگه با خبر خوش اینکه این نظام اسلامی سرنگون شده در این رابطه و دیگه در رابطه با آبادانی ایران صحبت کنیم. سپاسگزارم از مهر شما. آمین. آمین. شما رو دستان خدا می‌سپارم. فیض خدا باشه. با سپاس فراوان از آقای یاسر عزیزم که کارگردانی این برنامه داشتن و همچنین همون گونه که شما در برنامه‌های خبرناک می‌بینید اخبار کوتاه رو ایشون لطف می‌کنن آماده می‌کنن و یا در بین برنامه‌های مختلف شاه تصمیم زحمات و خدمات آقای یاسر عزیزم هستش. هموطنان عزیز تشویقتون می‌کنم مشروطه برای اینکه مایل هستید خدمات ما پا بر جا باشه و بتونیم گستردش کنیم و حتی روی ماهواره بریم، خواهشمند هستم که دست یاری به ما بدید. به طور خاص تشویقتون میکنم عزیزان اگر راه دور هستید میتوانید روی سایت ما برید pwoc.church pwoc.church که اون قسمت اگر شما مراجعه کنید میتوانید از ویزا کارت و کردیت کارت استفاده کنید و یا به آدرس کلیسا چک های خودتون رو بفرستید که روی فقط چک لطف کنید PWOC بنویسید. از اتاق فرمان خواهش کنم مشروط برای اینکه بتونیم پایین صفحه داشته باشیم. بله میبینید آدرس هم براتون خواهند گذاشت که شما میتونید به این آدرس چک های خودتون رو بدید. برای آخر سال نیز هموطنان عزیز ما برای تکستون مشروط برای این که مایل باشید برگه های تکس رو نیز برای شما میفرستیم. بله 74-75 فالبروک اونیا وست هیلز زیب کدش هم 91-307 هستش. اگر مایل هستید با من در تماس باشید با آفیس کلیسا با شبکه امید جاودان میتونید شماره تلفن 716-4-0 رو نیز تماس بگید برای دعا، برای مشورت و یا اگر کمک مالی میخواید به طریقی که فکر میکنید براتون امکان پذیر هست نیز داشته باشید. همچنین 818-699-1615 818-699-1615 تماس بگید، ولی لطفا هم برای ما در دعا باشید و دست یاری بدید برای این خدمتی که داریم هموطنان عزیزم و به هم دیگه این امید رو بدیم. اینو بدونیم خبررسانی تمام شبکه‌های سیاسی خبررسانی می‌کنن، اطلاعات بسیار بیشتر از ما میدن، در رابطه با مسائل سیاسی هم بیشتر صحبت خواهند کرد. ما فقط پنج شنبه رو مختص این موضوع گذاشتیم، سه شنبه در شبکه یک هستم ساعت 2 به وقت لس آنجلس و چهار شنبه هم دست کلام خداوند و پنج شنبه هم در رابطه با خبرناک مسائل روز صحبت کنیم. روز جمعه فردا نیز ما در شبکه محبت هستیم به وقت لس آنجلس ساعت 9:30 و به وقت ایران ساعت 9 شب هستش. خوشحال میشیم که اونجا بیننده ما باشید و برای ما و برای خدمات ما در دعا باشید. از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش تک تک شما عزیزان رو برکت بده به مصلحت های دلتون. در نام عیسی مسیح آمین. شما عزیزان رو به دستان مسیح میسپارم.
موسیقی